اولین موسیقی فیلمی که من نوشتم برای مرحوم کیارستمی بود، فیلم مسافر سال 1353، که این فیلم تنها فیلمی است از مرحوم کیارستمی که موسیقی مد برای ساخته شده. بعد از اون ایشون دیگه برای هیچ فیلمش موسیقی نساخت. و جالب این است که بعد از چندین سال بخشی از این قسمت موسیقی فیلم مسافر رو ایشون رو فیلم کلوزآپش هم گذاشت. ایشون خوب هم موسیقی شناس خوبی بود، شنونده بسیار خوب موسیقی بود. اون زمان من یادم میاد هر اثر موسیقی کلاسیک که ما بودیم ایشون صفحش رو داشت و میگفت شنیدم و میگفت که من تقریبا هر شب یه ساعت باید موسیقی کلاسیک گوش بدم مثلا. بنابراین دقیقاً وقتی که ایشون سفارش میده به آهنگساز موسیقی فیلمش بساز، میدونه که چی میخواد از آهنگسازش. فیلم هایی که در سال 59 ساخته شد عمدتاً موسیقیش رو من کار کردم، که خب فکر میکنم برنج خونین جز اولین کارهایی بود که تو سال اول انقلاب من کار کردم. بعد از اون خب من فیلم‌های مختلفی رو کار کردم با کارگردان‌های متفاوتی. فیلم‌های انیمیشن دوتا برای کانون کار کردم و فیلم ملکوت رو کار کردم، کارگردانش خسرو حریتاش، مرسی امیر نادری. با شخصیت‌های خوبی در سینما من کار سینمایی‌مو شروع کردم و خب هر یک از اینها هم برای خود من جذابیت های خودش رو داشتن، که چون نگاه ها متفاوت و نظراتشم راجع به موسیقی هم متفاوت، خب من سعی میکردم که خودم رو با اونها هماهنگ بکنم، چرا که همچنان معتقدم، معتقد بودم و هستم،
که آهنگساز فیلم در نهایت باید نظر کارگردان رو تأمین بکنه و اون چیزی باشه که کارگردان فکر میکنه برای فیلمش مناسب هست و میخواد. واسه همین من همیشه سعی میکردم با کارگردانایی که کار کردم بیشترین اطلاعات از فیلمشون رو بگیرم. نشستهای مختلف مینشستیم صحبت میکردیم که ایشون تمام زوایای فیلمشو به من بگه، حتی برای هر قسمتی مثلا چه جور موسیقی یا چی فکر میکرده که ساخته این رو. حتی در مواردی داشتیم که من سر صنایع فیلمبرداری رفتم و چقدر تأثیر گذاشت رو من برای ساخت موسیقی اون فیلم. مثلا یکیش فیلم تولد یک پروانه با کارگردانی های مشتبه رایی، من رفتم به منطقه و اصلا فضاهایی که دیدم اونجا در محیطی که قرار گرفتم کمک کردی که موسیقی این فیلم رو جوری بنویسیم که دقیقا اصلا مال خود اون فیلم خیلی چفته با اون فیلم و خب همون هم باعث شد که جایزه هم گرفتی، جایزه بهترین موسیقی فیلم رو گرفتی. یکیش فیلم دولتو بود، یکی گلهای داوودی بوده، یکی جنگجوی پیروز بود که اونم آقای رایی کار کرد بازن، یکی بچه های ابدی بوده، خانم درخشنده کار کرد. یه موردش خیلی جالب بود برای من، این بود که یه فیلمی رو قرار شد من موسیقیشو بسازم که کارگردان خب خیلی تلاش کرده بود که صحنه هایی رو تو فیلمش بذاره که این سازهای محلی منطقه بلوچستان توش باشه. مثلا فیلم جوری بود که می‌خواستن مراسم زار و باد گرفتگی و این چیزا رو در صحنه هاش نشون بدن، بنابراین چون این بیماری هم با سازهای موسیقی درمان میشه اصلا. بنابراین ایشون خیلی تلاش کرده بود که نوازنده‌هایی رو جمع بکنه در چادری وسط بیابون که سازهایی رو دارن می‌نوازند و به هر حال اون مراسم هم قراره که انجام بشه. اونجوری که خود این کارگردان میگفت این که گفت من مخصوصاً جوری پلان‌ها رو می‌چیدم و صحنه رو درست می‌کردم که تمام مدت این سازها تو تصویر دیده بشن که دارن می نوازن. و سازهای منطقه رو چی انتخاب کرده بودن؟ یکی دو تا ساز کوبه‌ای بود و رباب. رباب که ساز اصلا اصلی منطقه بلوچستانه. خب ربابی که در ایران اجرا میشه ربابی است که مزرابیه، یعنی مثل تار میگیرن اونا با مزراب اینجوری میزنن. ایشون رفته بود با زحمت حالا تعداد زیادی از این رباب‌ها رو پیدا کرده بود و نوازنده‌هایی هم واسش پیدا کرده بود و به اینا نشونده بود سر تا سر که فیلم برداری بکنن. نوازنده‌ها ساز گشتن رو پاشون مثل کمونچه با آرشه می‌زدن. من هر چی فکر کردم که خدایا لااقل این کارگردان یه صحبتی با من می‌کرد، می‌دونست که مصاحبه قراره من بسازم که من بگم آقا ربابی که در اون منطقه مزرابیه، اینجور با مزراب میزنه نه با آرشه. خلاص خیلی سخت بود، یعنی من اون قسمت رو که میخواستم موسیقیش رو در بیارم خیلی تلاش کردم که این کار رو بکنم. از کارهایی که حالا اخیراً درست کردم ساختم که هنوز ضبط و پخش نشده در اثری به اسم همه ایرانم، دقیقاً تاریخ موسیقی ایران یا تاریخ ایران رو از زمان مشروطیت تا امروز به موسیقی کشیده. یه طراحی موزیکاله. گاهی اوقات هم هستش که مثلا فرم رو در نظر میگیرم، میگم که میخوام تم بنویسم، یه ملودی بنویسم به عنوان محور اصلی به وجود آوردن یک اثر موسیقی، کاری که تقریبا 2 سال پیش انجام دادم
قطعه نوشتم برای تار و کوارتت زهی. همینه، یه ملودی ساده ایرانی و تعداد زیادی واریاسیون روی همین ملودی. خب ببینید، بنابراین شکل‌های مختلفی است که من کار می‌کنم. و یه بار هم در سیب سرخ خورشید مبنا شروع کار رو من گرفتم یه دونه نوت. گفتم یه دونه نوت، می‌خوام با یه دونه نوت یه چیزی حدود 17 دقیقه موسیقی در بیارم. کاری که من کردم این بود که این یه دونه نوت رو، نوت ر رو، هارمونی هایی که این ر درش وجود داره آوردم کشتم بیرون. یعنی گفتم در چه آکورد هایی این نوت ر وجود داره، تعدادی رو میتونیم در بیاریم. خب حالا من حالا چند تا آکورد دارم، حالا از توی این آکورد ها نوتایی که دارن چیا هستن، من میتونم با اینا ملودی بسازم یا نه که اون رم محورش باشه. خب میام حالا ملودی در میارم از تو نوتایی که به دست آوردم. خب حالا ملودی رو دارم، این ملودی هارمونی میخواد، باید صداهایی بهش اضافه بشه. از کجا بیارم؟ همش همون آکوردهایی است که اون نوت ره توش وجود داره. حالا من میخوام اینو مودولاسیون کنم، اصلا ببرم یه جای دیگه. حالا چیکار باید بکنم؟ خب بنابراین بسته به اینکه کجا میخوام ببرم، همه این مجموعه رو باید درسته بردارم منتقل کنم به یه جای دیگه. یا مثلا وقتی که می نویسم برای گروه کور که نوشتم چند سال پیش برای بزرگداشت خیام، روی دو تا از رباعیاتش من کار کردم. برای گروه کور تنها نوشتم برای 12 تا خواننده به سفارش گروه کامرکور هلند، که بهترین گروه های آوازی اروپا است. دو تا رباعی از خیام، موسیقی ما چیه؟ آواز شور و دشتی. آواز شور و دشتی توش روبه پرده ایرانی هم داره، شعرم به فارسی روشه. یعنی اون خواننده ها شعر فارسی بخونن، روبه پرده هم باید بخونن، باید بیان تو حسال موسیقی ایرانی. بعد از اون هم خب چند نفر از موسیقیدان های خیلی خوب اونجا آمدن گله کردن از من، گفتم ما یه ایراد اساسی میخوایم بگیریم از شما. چیه؟ گفتن که ایراد بزرگ کار شما این بود که خیلی کوتاه بود. ما تازه داشتیم لذت میبردیم از موسیقی. حالا موسیقی 9 دقیقه است. چون اصلا سفارش که بنده دادن گفتن بین 8 دقیقه تا 10 دقیقه. ما وسط رو گرفتم 9 دقیقه. دوست دارم تو هر کاری که میسن چیزی یاد بگیرن. یه کار جدید انجام بدن. خیلی دوست دارم.